تنظیم لیست های بولت گذاری شده. در این بخش از آموزش نرم افزار پاورپوینت نسخه 2019 می‌خوایم لیست های بولت گذاری شده رو با هم تنظیم کنیم و قالب بندی مربوط به اون رو با هم داشته باشیم. بولت ها رو همونطور که در قسمت های قبل گفتیم میتونیم از بخش پاراگراف در منوی هوم داشته باشیم و همونطور که می‌بینیم در این قسمت قرار داده شده. همچنین نامبرینگ هم در اینجا وجود داره که همونطور که گفتیم ما از این دو مورد برای لیست کردن برخی از متون میتونیم استفاده بکنیم. برای این کار و فعال کردن این بخش برای یکی از کاتهایی که در اسلات خودمون در نظر گرفتیم کلیک می‌کنیم و همونطور که می‌بینیم با انتخاب این کات بخش بولت هم در اینجا برای ما فعال میشه. روی فلش کنار گزینه بولت کلیک می‌کنیم به این صورت و یکی از سبک های بولت رو که در اینجا وجود داره از درون گالری اون انتخاب میکنیم. اما قبل از اون من متن خودم رو وارد این کاد میکنم، درون این کاد کلیک میکنم و بعد با انتخاب کلیت های ترکیب کنترل وی متن مورد نظر خودم رو در اینجا وارد میکنم. برای اینکه بهتر نمایش داده بشه این متن، من بخش از این متن رو در اینجا حذف میکنم تا فقط تعدادی از اون در اینجا برای من نمایش داده بشه. متن رو انتخاب میکنم به این صورت و تنظیمات اون رو در اینجا انجام میدم به این صورت و بعد کادر رو انتخاب میکنم، وارد بولت میشم، برای مثلث کلیک میکنم و یکی از این موارد رو در اینجا انتخاب میکنم. به عنوان مثال من این مورد رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینیم به این صورت بولت گذاری میشه. مجددا وارد این بخش میشم و بولت اند نامبرینگ رو در اینجا انتخاب میکنم و کادر مربوط به اون در این قسمت در اینجا برای ما باز میشه که از این قسمت ما میتونیم رنگ مربوط به بولت رو در اینجا تغییر بدیم. برای این آیکون و برای مثلث کلیک میکنم و رنگ اون رو تغییر میدم تا بهتر نمایش داده بشه. به عنوان مثال من این رنگ رو انتخاب میکنم و بعد برای اوکی کلیک میکنم به این صورت و همونطور که میبینیم رنگ اون تغییر پیدا میکنه. مجددا کادر رو انتخاب میکنم. علت اینکه من کادر رو انتخاب میکنم این هستش که با انتخاب کادر تمامی تغییراتی که میخوام اعمال کنم برای تمامی محتویات داخل این کاد اعمال میشه و نیازی نیست که من همه متن رو انتخاب کنم. مجددا وارد بولت میشم، بولت اند نامبرینگ رو انتخاب میکنم و بعد برای کاستومایز کلیک میکنم و از این قسمت هم سیمبل ها رو به جای بولت ها انتخاب کنم و یک سیمبل یا نمادی که مد نظرم هست رو که خودم تمایل دارم از اون استفاده بکنم. برای مثال من در اینجا برای این آیکون کلیک میکنم و بعد برای اوکی کلیک میکنم به این صورت و بعد این کادر رو هم اوکی میکنم و همونطور که میبینیم در این قسمت بولت مربوطه تغییر پیدا میکنه. یکی از موارد دیگه که من میتونم با استفاده از اون بولت رو تغییر بدم این هستش که مجددا وارد بولت اند نامبرینگ میشم و بعد وارد پیکچر میشم و میتونم از تصاویری که در سیستم خودم وجود داره استفاده کنم. برای پیکچر کلیک میکنم و به این ترتیب برای من سه مورد رو در نظر میگیره که آیا میخوایم از یک فایلی که وجود داره در سیستم خودتون استفاده کنید و تصویر رو قرار بدین، آیا میخواین از تصویرهای آنلاین استفاده کنید و یا میخواین از آیکون ها استفاده کنید. اگر بخوام از یک تصویری که در سیستم خودم وجود داره استفاده کنم، برای مورد اول کلیک میکنم و بنابراین وارد مسیری میشم که میتونم از اون قسمت فایل و عکس مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم. برای این مورد کلیک میکنم و به این طریق وارد فولدری میشم که میخوام یک عکس رو به جای بولت ها قرار بدم. به عنوان مثال من این عکس رو انتخاب میکنم و بعد برای اینسرت کلیک میکنم تا این عکس قرار داده بشه و همونطور که میبینیم نوع تصویری هم که وجود داره فرمت اون رو هم میتونیم از این قسمت مشخص بکنیم که به چه صورت هستش و دراف لیست اون رو باز کنیم و میبینیم که این موارد در اختیار ما قرار داره و میتونیم از اونها استفاده بکنیم با این پسوندها. برای اینسرت کلیک میکنم و همونطوری که می‌بینیم در اینجا تصویر مورد نظر قرار داده میشه. مورد بعد رو انتخاب می‌کنم، پیکچر و وارد آنلاین پیکچرز میشم. منتظر میشم تا تصاویر در اینجا لود بشه. در این قسمت برای ما سرچ باری وجود داره که میتونیم از این قسمت سرچ کنیم و تصویر مورد نظر خودمون رو پیدا کنیم و یا میتونیم از لیستی که در اینجا به صورت پیشنهادی در اختیار ما قرار داده تصویرهایی که مد نظرمون هست رو انتخاب بکنیم و اون رو وارد بولت خودمون کنیم. به عنوان مثال من یکی از این تصویرها رو در اینجا انتخاب میکنم. به عنوان مثال این تصویر رو انتخاب میکنم و بعد برای اینسرت کلیک میکنم. مجددا انتخاب میکنم پیکچرز، آنلاین پیکچرز و تصویری که میخوام رو انتخاب میکنم و بعد اینسرت رو کلیک میکنم و بعد برای اوکی کلیک میکنم و به این طریق میبینیم که بولت ما در اینجا قرار داده میشه و به هر
بخش اختصاص داده میشه. همچنین میتونم از آیکون هایی که در سیستم من وجود داره استفاده کنم. بنابراین فرام آیکون رو در اینجا کلیک میکنم و منتظر میشم تا آیکون های مربوطه در اینجا برای ما ایجاد بشه. و میتونم از این قسمت بر اساس دسته‌بندی که در اینجا وجود داره یک مورد رو انتخاب کنم و در این قسمت آیکون مربوطه رو انتخاب کنم و اینسرت رو کلیک کنم و همونطور که میبینیم در اینجا قرار داده شده. علت اینکه این نمونه در اینجا قرار داده شده و مورد بعدی در اینجا همون بولتی هستش که در قسمت قبل استفاده کردم این هستش که من این قسمت و این متن رو همونطور که میبینیم نشانگر موس در اینجا چشمک زنش فعال هست، چون این متن رو انتخاب کردم فقط به این قسمت اختصاص داده میشه. و اگر من کادر رو انتخاب کنم و بعد وارد بولت بشم و بولت اند نامبرینگ رو انتخاب کنم و پیکچرز فرام آیکون و یک آیکونی رو انتخاب کنم به این صورت و بعد اوکی کنم، میبینیم که به هر دو در اینجا اختصاص داده میشه. همچنین میتونیم اندازه مربوط به بولت ها رو هم با استفاده بخش بولت اند نامبرینگ تغییر بدیم که سایز اون در اینجا بر اندازه درصد هستش و همچنین بولت ها بر اساس متنی که در اینجا وارد کردیم هم سایز اون تغییر پیدا میکنه، که اگر من برای مثال این رو در حالت 100% قرار بدم و بعد برای اوکی کلیک کنم میبینیم که اندازه اون بزرگتر میشه و هرچه متن من بزرگتر باشه مسلما اندازه بولت ها هم در اینجا بزرگتر میشه، که من در اینجا وقتی کادر رو بزرگتر میکنم میبینیم که نوشته هم بزرگتر میشه و بولت ها هم مسلما در اینجا نمایانتر میشه. به این ترتیب در این بخش هم با نحوه تنظیمات مربوط به لیست های بولت گذاری شده آشنا شدیم.